اولی این شرط بوده که من میشه بسال از موسیقی رو دارد بکنم. استاد بزرگ، از شما یک جان تشکر میکنم که با همه این محدودیت هایی که ما داریم، با همه این بیچارگی هایی که ما داریم، دعوت ما را پذیرفتیم. خاصتاً از حفیظ جان بسیار خواهش میکنم که این سلسله را تداوم ببخشن، این ارتباط را قطع نکنن و ما بخیر آینده ها هم رابطه های دوامدار داشته باشیم. پول وصل شدیم، از شما جان سپاس کنیم را مثلا کنیم. از نوازنده های عزیز، واقعا انگوش های شما سهرامیز است. بسیار امشب زیبا نواختیم. همجان مصطفی جان عزیز جوانی که از شهر خود ماست و امشب واقعا بسیار هم آهنگ بودیم. بسیار زیبا نواختیم. بسیار تشکر میکنم از شما. من خواهش میکنم دکتر صاحب رامجان تشریف بردن. اینجا سه نفر از شخصیت های بسیار عزیز ما در کنار من هستند. معلوم ما یک خانم فرهنگی و فرزانه، خانم فرهنگی از بنمایندگی از نهاد خط سوم اینجا تشریف دارن. آقای زیایی یکی از شخصیت های جوان ولی بی نهایت هنر دوست، فرهنگ دوست و علم دوست از نهاد خانه فرهنگ هزاران اینجا تشریف دارن. آقای خلیل یکی از دوستای بسیار عزیز ما در جمع ما اینجا بودن. دو نفر چند نفر برادران پشتو زبان ما اینجا تشریف داشتن. ببین چقدر با احساس و با شوق در اینجا آمدن، در جمع ما بودن. آقای خلیل خودشان مسئولیت یکی از انجمنهای بسیار با اعتبار در شهر خند دارن. من ازشان سپاسگزار هستم و افتخار میکنم که امروز اینجا شاه کردم و تشریف آوردن. با شکرم دیگه از آقای من از این سه تا عزیزا و شخصیت ها شخصیت های فرهنگی خواهش میکنم که همین گلها را بگیرن و قسمت اینم با استاد امیر احمد استاد تقدیم میکنیم. اگر سخنم داری نو مجانا هر بیتاری شما حرفایی تانو بگوید که با کل حرفا من میتوانه نشم بیتاری مایی در اختیارتان باشه سو هر بفرمایید چیزی باید کم داری بگوید که من مالی نشم. یک هم سپاس از آقای سمیم بخاطر تدبیر این برنامه خیلی عالی و زیبا واقعا لذت بردیم. یک جان سپاس از شما استاد بزرگوار، از شما از نوازندگان گرامی، واقعا شب به یاد مانده نیما پر خاطره. یک جان آقای زیرگوی شما چند سخن بزنین و چند سخن بگوین از نام پاوی فرهنگ هزاره بفرمایین. در پیشگاه استاد موسیقی و در پیشگاه وقتی زیرگوی شما جرعت و جسد سکتن نیست واقعا در شوال خواهد بود. اما با آن هم باید ذکر بکنم که برای شخص خودم، برای خانمون، برای عمل اصلا یک شهی پر خاطره بود. شاید که در طول چل سال زندگی یک آن شب بوده که ما واقعاً از موسیقی به این حد لذت بردیم، کیف کردیم از حضور شما، از حضور دوستا. خیلی برای شما روزگار خوش، صحت و سلامتی طول عمر آرزو میکنم. موفق باشید. عزیزم خانم دست نکردم فیزیک کمیل دنگم. اوه یار دیده است ستاسی در افغانستان رختی نیوند، رختی موسیقی از دوستان دست آتا دیده. اوه دا مونگولی یار کدی کاروانی که کدوم نش امکانات که ستاسی دو نس آتا دیده. نس ستاسی دیره نرمانه نکسکورم اوه. اوه نوس سامیب سه فاگا چهسی او دیمون دلی ابری هویه. تس سویلی اما هم دیگه خبر ده تایید لطفا سویلی ده بریاری وارد می‌کنم. و با کل دنیا بیان می‌کنم. بار دیگر تشکر می‌کنم. به چیزی را باید برای شما عرض کنم. مگه خاطر سرخوندن نگفتم اون فضایتان خراب نشه، آغاز خراب نشه. شما در طول این ساعت که با ما بودیم شما دیدین که
موسیقی غزلخانی کوچه خرابات چه قسم بود؟ شما دیدین که اول آخو یاد داشته باشین که اگر یادتان فیلن در مثلا در خوشی بودین فراموش دار شده ولی بازم سعی کنیم. ما امشب از امستاد عشق بجر ولی یک بجر شب ما دو چاشنی گرفتیم دو چاشنی دو چاشنی تا یک شب خواندیم و اینی یکی از خواص مکتب غزلخوانی افغانستان است کوچه خرابات ولو که مسلکی باشه یا غیر مسلکی باشه اگر خوان یک دانه میخوانه با چهار تا قسم میکنه یک دانه بیبی که از کرد میخوانه با دیگهش از بکم میخوانه با 15 دقیقه قصه از آسانه است دیکی نینه است مکتب غزلخوانی افغانستان تولید مکتب غزلخوانی افغانستان شما دیدین که من شروع کردم راه به بیاگم شما دیدین که در بیاگ من چندین غزل خواندم بعد از این در آمدم در راه پیلو چندین غزل ها در راه نماندم که امو خواستان خراب شود یعنی امو توصیل راه به سرتان برد این مکتب خاص غزلخوانی کوچه خرابات است همین بزرگا بر ما میراث ماندن و من از یک چیز افسوس میکنم آقای بنجی سیوام از حفیظ جان یک چیز افسوس میکنم که در کوچه خرابات فعلا مستم که نمی مکتب خرابات پیش میبرم خب به این خاطر من نمیگم امکان داره که این گفت سمیم سر که روزگارشان خراب شد روزگار سرشان آمد ولی ما در اون وقت شروع زندگانی خود که پدرم در هتل کابل هستیم ما که دشتان پوره میزنم من نمیگم که امون ساعتم مره چی شد یک دفعه همون طور گفتم که بادر همین سر بیدیم گفتم بادر گفتم ایجام مکتب غزلخوانی تا کلاسی ما را یاد دادی خیال یاد دادی تمری ترانه یاد دادی همین مکتب غزلخوانی تا بر ما این آن قبل گویم سر کاغان پادرین در جانم شروع نکنم برای نام آوردیم که نام پردی در شکمه برای آوردیم ببخشم بیاده بیما سری زنها رو کنیم برای آوردیم به سری زنها رو کنیم ما دیگه همون طور چوب کردیم گفت که من تو را از این خاطر میانم که بی بی که من چه قسم غزل میخوانم من بی بی که چه قسم فرض میگم چه قسم ادا میکنم چاشنی رو بی بی این رو بی آه او وقت گوشم جره باشد که والا پدر من خواهدم دارم مره که میاره چرا یک کوکایی مره نمیاره چرا کس دیگر مره که میاره روی از یه ادف میاره این واقعیت برای من میراث رسید برای من میراث رسید که من اینمی کار اینمی مکتبه که هست ای از تاک زنده استم این رو بگیم ولی حسولی به این میکنم که کس نبود چی از خانواده ما چی از بیرون چی از شاگردهای پدرم که در خرابات بودن نامدن نگفتن که همین چیزی که یاد داری همین انتقال بدی به ما با ما انتقال بدی خیره یک روز نه یک روز همین وطن خوب میشه خیره اگر رئیس مثل شما باره کدام جای مواجب میشون ولی همین خوب باشه بله ولی افسوس که حال دمو چانتهشان دو تا غزل افغانستان پیدا نمیشه دو تا غزل خرابات پیدا نمیشه بخاطر که از یک طرف امکان داره پشت روزی غرق شده باشن از یک طرف شوق ازیره نکنن شوق ازیره نکنن در قصه ازیره میبودن که گلدانه را بخوانم یک دانه یک قدم پس یک قدم پیش بخوانی که پیسه را بگیریم بله بله ایره نکنن یک فدایی کار دارن ما واقعا خود ما شخصا خب از یک نکته نظر ما پدر داشتیم که با کلتان معلوم است که استاد و این بخش خواننده شرق و غرب و شمال و جنوب افغانستان بله بله ما شش ما پروگرام داشت در خانه نبود ما اولاداش کمتر استاد رو میدیدن بله این گفت بود حالا او گفت نیست حالا او گفت در خرابات هم نیست در او هم نیست بیام یک چیز برشان مشکلات هست ولی بیا پالی از این گفت هم شب خواهم عجب چیز هست من این نبیال شخصا خدا قصه خدا بر شما میگم من نبیال در قصه از این نیستم که من پروگرام کنم ما پروگرام برم، ما پروگرام نرم ریاض ما صبح کی با کمی خیزم از من ریاض ما است هیچ ریاض ما ناغه نیست بعد از اینکه چای خوردم
خدا قبول کنه نماز پیشین خوندم باز میرم نپاسخانه گه باز ریاض میکنم دو سال اتوب چشم خود میکنم فکر میکنم که یار مجلس هست کنه دموری و ششتر ما برشان میخونم همیتی شوخم هست شوخم هست که امی کار کنم این مکتب غذاخانی رو شما دیدیم که چاشنیست اولی این بیان داشته باشین که بعد از این اگر بشنوین این چاشنیست هر چاشنی یک و نیم ساعت دو ساعت دوام میکنم یک دوم امی فرق گفتنهای با موقع که شما دیدین در لده فرق میگفتیم این جد مکتب غزلخانی افغانستان هست جد مکتبش هست این نیست که خارج از این گپ هست استاد قاسم اطور آدم بود که حتی بابای گفتن خود قاتل آلازت مالا خان خلاص کرد بابای گفتن خود حتی خود از توب داد بابای گفتن خود بازی رسید میراد به شاگردشان و استاد نتو استاد نتو باز یک قدم پیشتر از استاد قاسم مان یک قدم پیش مان از استاد قاسم گود اگر به این گفتنهای سوانه بعد از این آیسه نماهن شاید کردان شاید باشه بسار جواب و بسار آزر جواب خیلی بدیه این مکتب افغانستان هستی نیست که کدام چیز باشه مکتب افغانستان و بعد از او یا کم و پیش بعد افعی از این گفت هستی ما میخواییم چون دوستایی که اینجا نشستن تا آخر اینا معلوم میشه که به نهایت اخلاصمند شماست و حوصله شنیدن حرفای ما رو دارن ما میخواییم یک دوستایی گپ اضافه کنم خدمت دار ما که شما موافق هستیم استاد عزیز ولی ما میخواییم که خدمت شما یک پیشنهاد بکنم با در نظر داشت همین کشورهای همجوار و همسایه خود که ما میبینیم وقتی که بحث از موسیقی سنتی کشورها میشه موسیقی اصیل کشورها میشه مثلا ایران ترکیه حتی آسیای میانه همین کشورهای دور بره خود من دور نمیدم هند و پاکستان شما دیگه بهتر از من چون میدانیم من هند و پاکستان هم مثال اصلا نمیخوایم این ملت ها قدر قدردان این موسیقی اصیل خودشان و موسیقی آوایی و اداریشان است که در امی اروپا سال هاست من شخصا از نام خود صحبت میکنم بنام این دیگه از خود که من خودم شاید ازی بودیم که سالهای بزرگ مملو از آدم ها بودن مملو از آدم ها بودن حتی درش جایی نبودن ماها قبل مردم جاری زرد میکنم خب یک کم بود در بین ما هست متاسفانه که ما قدر هر آنچی که مربوط به خود ما هست اما جوهری اصلی ماست، گوهری اصلی ماست، ارزش‌های اصلی ماست متأسفانه ما کمتر به قدرش می‌بریم، مردم ما کمتر داریم من می‌خواهیم خدمت شما عرض بکنم که شما میراث‌دار یک مکتب هستید دوستان، فراموش نکنید که قبلگاه بزرگ شما، مادر مرحوم شما یکی از خله های شامخ موسیقی کلاسیک و غزل افغانستان بودن و این مسئولیت بزرگ به اگنه امروز در کردن شما افتاده باور بکنید این مسئولیت یعنی من امشب شد ما که شخصاً میرزیادی خود بگویم من خوشبختانه این ظرفیت همین توانایی که در وجود شما میبینم شما واقعا بدون غیر از اینکه رابطه خانوادگی با استاد دارید فرزند خلف استاد هستیم شما امیر رای استاد با امید سلامت ادامه بدید ما شما خواهش میکنیم که سر برنامه های بعدی دار ما از دوست بسیار عزیز و ارجمند خود آقای حفیظ بخشان خواهش میکنم که سر برنامه های بعدی دار که آخر تنظیم میکنیم باید بیشتر کار شود وقتر کار شود استاد عزیز شما سزاوار استقبال و پذیرایی های بسیار بزرگ هستیم و شرف این خواهیم مردم بگیر که در وجود شما هیچ چیز غیر طبیعی وجود نداره هنرتان، صحبتتان، سخنتان، ادایتان این اینجا ارتباطتان با شنونده ها با همه چیز بسیار طبیعی با دنیای تواضع و خضوع اما برای ما بسیار دردناک است برای ما آدم هایی که چند روز با هنر و با موسیقی بودیم بسیار دردناک است که آدم هایی که هیچ چیزشان طبیعی نیست
نه هنجریشان، نه سیمایشان، نه لبشان، نه پایینشان، نه بالایشان. ولی به دنبال از آن صدها آدم میده و هزارها آدم میده. اگر از شما بپرسی که چند آهنگ مال شخص خودت است، بیش از 5 آهنگ مال شخص خودش است. ولی به صدها آدم و هزارها آدم، از این خاطر است که ما باید فقر فرهنگی دچار هستیم. ما به این خاطر است که گپای مرا صاف نگیرید. یگانه کشور ما باید فقر فرهنگی دچار هستیم. سمیم سه یگانه کشور نه 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 ما مردم بسیار به شما قرضدار هستیم. با شرف یعنی بخصوص کسایی که دای کار فرهنگی میکنن ولی گپ بزنید خب دیگه گپ مختلف شد. امین بود. یعنی ما به شما به اون اندازه که به خدمتتان برسیم نمیتونیم از خاطر کمی مال کم بودی ما را ببخشید. آمدنتان یک بار دیگه پیش آمدید بریم. افتخار باشیم.